دیوارها هر روز بلندتر می شود، فاصله ها هر روز بیشتر می شود، مردگان ما نزدیکتر می شود، زندگان ما دورتر می شود. تو رفتی شام من فردا ندارد، ستاره در کنارش ماه ندارد. الهی بشکند دستان طالب، هزاره بعد از این بابا ندارد. رب شهر آقیم صدیقین، فرا رسیدنی به 38 سالیادی شهادت رهبری شهید استاد عبدالعلی مزاری را خدمت تمامی راستقامتان راه آزادی، دوستداران و پیروان آن بزرگمرد تاریخ تسلیت و تعزیت عرض می‌دارم. گرامی داشت، یاد و شهادت مزاری و یارانش تنها تعهد مجدد ما به انسانیت و عدالت است. پلک بزن که سو و تو اقتدار کند، پلک بزن که سو و تو اقتدار کند. منظومه نگاه تو را شمع آفتاب تکثیر در تمامی آینه ها کند. یک آسمان ستاره به دوشت زند سلام تا حق از مقام و شأنت ادا کند. نبض بهار در رگ گلها شود وزان، دریا به شور آید و طوفان بپا کند. روی روان شتاب تو را با گلوی تر در لحن آبشار بخواند حجاب کند. هر قامتی چنار سر افراشت و ابر در آجهای سبز تو خود را رها کند. هر سر به سرفراز شکوه تو را بلند از فرش تا بعد سرود و صدا کند. لباس کن که مصحف آیا بشکفت، جبرئیل عشق فصل نری از خرا کند. هر واژه از کلام پر از کیمیای تو، هر مرده ریگ را بدل با طلا کند. با زمزم شفای تو این غیور صد ساله دردهای دل خود دوا کند. اینک از محترم نصرالله فرهنگ، رئیس کمیسیون فرهنگی ستاد مردمی برگزاری 28 سالیاد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری و یاران با وفایش احترامانه تقاضا منگل در جای باز تشریف آورده و اراده سخن نماید. محترم نصرالله فرهنگ. شهدای ما در افغانستان در رأس رهبر شهید، یکی از آرمانها و آرزوهایش و پیام اصلیش برای مردم ما وحدت و همدیری بود. مردم ما در هر شرایطی، بخصوص در شرایط بحرانی امروز، بیشتر از همیشه نیاز به وحدت و همدلی و همپذیری دارند. ما از آدرس ستاد مردمی این پیام را برای ملت خود، برای شما عزیزان
ابلاغ میکنیم که برای آینده بهتر مردم ما بیاید از همه عنوانها و از همه سلایق عبور کنیم و در یک چتر کلانی ملی هزاره بیاییم گرده هم جمع شنیم وحدت و همدلی و همپذیری را پیشی خود قرار بدیم. ما اگر بخواهیم و مردم ما بخواهند از بدبختی از آوارگی ها نجات پیدا کنند، یکی از پیام های اساسی شهدا و همچنان پیام استاد مردمی این است که بیاییم ما از همه سلایق منطقوی حزبی سازمانی باید عبور کنیم و به این مرحله برسیم که ما یک ملت هستیم و امروز نیاز به یک چتر کلانی تحت عنوان یک ملت داریم. این بزرگترین پیام ستاد ما که منبعث از پیام خون شهدای ما و از درس ها و پیام های کانها برای جامعه ما داشتن این می باشد. رهبر شهید در طول مبارزات خود همراه با همسنگران و مجاهدان آزاده یک از خواسته های اساسیشان خواسته مردم ما و همه ملت افغانستان بود که همه اقوام به عنوان برادر در کنار هم قرار بگیرند و همه اقوام افغانستان به عنوان شهروندان افغانستان از حقوق اساسی برخوردار شوند. امروز هم ما این پیام را برای دنیا و برای مردم خود و برای حاکمان فعلی افغانستان مخابره میکنیم که اگر شما میخواهید در افغانستان یک حاکمیت باثبات ایجاد کنید و همچنان دنیا اگر میخواهد از معضلات افغانستان رهایی یابد، باید به حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان با عنوان یک شهروند بدون نگاه و مسائل قومی باید پرداخته شود و این یک از خواستهای اساسی رهبر شهید و یاران فداکارش و ما هم به عنوان ستاد مردمی این موضوع را ابلاغ میکنیم که باید دنیا به حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان توجه کند. در دنیای مدرن امروز که هر پس حقوق انسانی زده میشود، هر پس شهروند محوری زده می شود، این پیام ها و درس های شهدای ما می تواند به عنوان یک سرمشق و الگو باشد. مسئله سوم را که می خواهم مطرح کنم خیلی I'm
سپاه و لشکر ما، همه تاریخ من قوم هزاره، همه تاریخ من قوم هزاره، اقرار قتل یا کل مناره، اقرار قتل یا کل مناره. پس از بابا مزاری برگ تاره مزاری امروز تبدیل به یک متن عمیق شده است و بگذار بگویم مزاری تبدیل به یک تاریخ شده است و ما باید این تاریخ را مطالعه بکنیم و عمیق مطالعه بکنیم. مزاری امروز در حد یک شخصیت مطرح نیست، مزاری امروز در حد یک انسان مطرح نیست، مزاری تبدیل شده است به یک متن و همه جوانان ما، پژوهشگران ما، تاریخدانان ما این متن را به وجه احسن و عمیق مطالعه بکنند. امروز مزاری در یک جغرافیای کوچک نمی گنجد، مزاری شعای وجودش فراخنای بزرگی را پیموده است و در هیچ جغرافیای نمی گنجد. از این رو جفاست در حق مزاری اگر او را بیاییم محدود و محصور در انسان هزاره بکنیم. او محصور در وجود هزاره ها نمی شود، او محصور در جغرافیای افغانستان نمی شود. هر انسان آزاده در اقصان نقاط جهان می تواند از مزاری الگو برداری بکند و مزاری را به عنوان یک متن مطالعه بکند و گریه کور مشکلاتشان را با مزاری می تواند بگشاید. از این روز که من خود را کوچک می دانم که در اینجا بیایم در حضور این همه فرزانگان که قلبشان و دلشان مالامال از عشق مزاری است، سخن از مزاری بگویم. از اینجاست که می گویم سخن از مزاری گفتن کار دشوار است. از اینجاست که می گویم مزاری را نمی شود در یک جلسه و دو جلسه فهمید و این متن را کاملا تحلیل کرد. این متن مغلق، این متن پیچنده، پیچیده، بارها بارها نیاز به واکاوی دارد. باید بخوانیم و بار بار بخوانیم تا بتوانیم از او فلاکت و فاجعه و بدبختی که امروز ما مردم در او گیر کرده ایم بتوانیم راه برهایی جستجو کنیم. نمیخواهم از مزاری تابو بسازم، نمیخواهم نسبت به مزاری قداست زایی بکنم، ولی واقعیت امر این است. درست هست مزاری هم یک انسان بود، درست هست مزاری هم یک تخم آدم بود، ولی او چیزهای متمایز از ما داشتن که فرق را به وجود میارن بین من انسان و بین رهبر شهید مزاری. از اینجاست که مزاری فهمیدن و فهم مزاری و در رابطه با زندگی مزاری صحبت کردن گاهن چنان دشوار است که تو نمیتوانی از کجا آغاز بکنی. این را همه میتوانن مطالعه بکنن که مزاری در کدام سال متولد شد، کجا مسافرت کرد و بالاخره به دست چه انسانهای شیاد و پلید به شهادت رسید. این زندگی نامه مزاری نمیشود. مزاری را، زندگی مزاری را، زندگی نامه مزاری را باید فراتر از این مسائل باید به تحلیل گرفت و او را شناخت. اگر امروز جامعه افغانستان و به خصوص هزاره ها یک بار دیگر تاریخ چرخش یک 360 درجه ای می کنند و دوباره ما میاییم به اون نقطه صفری می رسیم، شاید یک از مشکلات ای بوده باشد که ما هنوز مزاری را درست نشناخته ایم.
مزاری شاید تنها رهبری باشد که امروز در سطح جهان بیشترین تجلیل از رهبری شهید می شود. شما رهبران بزرگی در دنیا دارید، از نیلسون ماندلا شروع تا گاندی و محمد علی جناح و خمینی و هتلر و فیدل کاسترو، همه اینها به عنوان بزرگترین رهبران جهان مطرحند، ولی امروز هیچ کدامشان به پایه مزاری در اقصا نقاط جهان تجلیل نمی شود. این که می گویم مزاری به یک جغرافیای کوچک مطرح نمی شود همین اونجاست. شما از پاکستان شروع تا هندوستان و استرالیا و آمریکا و کانادا و اروپا و ایران می‌بینید در هر جایی که دو فرزند با غیرت هزاره در آنجا جمعن، از مزاری تجلیل میکنن، از مزاری تحلیل میکنن و در مقام تبجیل در قسمت مزاری می‌نشینن. شما امروز این همه گسترده که از این رهبر فرزانه تجلیل میشوند، شما هیچگاهی نمیتوانید پیدا بکنید. بگذار بگویم مزاری تنها رهبر معاصر هست که بیشترین شعر در وصفش سروده شده است و بیشترین شعر در رسایش سروده شده است. شما اگر این ادعای بنده را قبول نمی کنید، سر بزنید در دیوان اشعارها. کدام رهبر بزرگ جهان که در سطح جهان مطرحند به پایه مزاری برای او شعر سروده شده است؟ شما نمی تونید نمونه بدیل را برای مزاری معرفی بکنید. از این روز که من ادعا می کنم که در رابطه با مزاری سخن گفتن حرف ساده ای نیست. این همه طرفدار، این همه اشعار، این همه تحلیل و تجلیل می تواند مزاری را مزاری تر درست بکند. از اینجاست که می خواهم بگویم شما اگر زندگی نامی مزاری را باید مطالعه بکنید و عمیق و دقیق مطالعه بکنید، شما گرایشتان باید و مواجهتان به مزاری مانند مراجعه به یک متن پر محتوا باشد، نه مراجعتان مانند این که شما به یک شخصیت مراجعه میکنید. عاشقان مزاری اینجا گرد هم آمدند. من تا زمانی که کوچک بودم مزاری را به سیمای نورانی و به عکس‌هایشان زمانی که می‌دیدم، به اون محاسن بلندش می‌دیدم که اکثر ریشش سفید شده بود، فکر می‌کردم مزاری حداقل 60 چند سال عمر داشته باشد. ولی بعدها فهمیدم نه، مزاری 47 سال عمر کرد، 47 سال. ولی بعد فهمیدم مزاری چرا در 47 سالگی 60 سالگی نشان میدهد. به این نتیجه رسیدم که مزاری چقدر اندوه کلان در دل داشته است، مزاری چه غم بزرگ را با خود حمل میکرده است. انگار مزاری تبدیل به یک آتش فشان خاموش بود که درد هزاره، درد انسان هزاره قرنها در قلب این مرد بزرگ لنده بود و مزاری را مزاری درست کرده بود. از اینجاست سخن گفتن در مولید مزاری کار دشواری هست. وقتی خاطره های از استاد مزاری را میبینیم، خاطره های از مزاری را میخوانیم، آدم شگفتی این شخصیت بی‌بدیل میشود که مزاری چه ابهت و عظمت داشتند. بگذارید به صورت مستند یک از خاطرات را از سید وحید بلخی خدمتتان به عرض برسانم. شما میبینید که مزاری کی بوده است. قصه میکنم سید وحیدی مگه تابستان 1372 سفری داشتن به کابل، یک سال پیش از شهادت مزاری. کابل غرق در آتش جنگ بود، گرچند در آن ایام آتش بس موقت حاکم بود، ولی هر روز 50 الی 60 سفیره
از کوههای پغمان و شمال کابل غرب کابل را آماج گلوله قرار میداد، روز چندین شهید و چندین زخمی سهمیه این قسمت کابل بود. شهید مزاری در کارته سه و در بیخ یک از کوههای که سنگر دشمن بود جای خیش قرار داده بود. هرچند غرق در کارها و مسئولیت‌های جنگ بود، اما همچنان شاداب و پرقدرت و کار و با حوصله مندی به نظر می‌رسید. رهبر شهید در آخرین سخنرانی خود گفته بود که ما تا آخرین لحظه زندگی در کنار شما هستم و در اخیر سرنوشتم یا شهادت است و یا اساره. و از آن روزهای سخت و از آن شرایط تنگ 28 سال می گذرد. من طفل کوچکی بودم، در روبروی مسجد قریه ایمان جمع شده بودیم. بزرگان و میانسالان و جوانانی که اونجا بودن در مورد یک واقعه تلخی بین خود صحبت میکردن و میگریستن. درک تمام شرایط و اوضاع برای ما سخت بود، اما ما طفل کودک درک میکردیم که یک اتفاق ناگوار برای قوم اتفاق افتادن که تمام مردم را اندوهگین و مبهوت کرده بود. یک تعداد هم که یک مقدار خوشبین بود میگفتن که شاید این خبر دروغ باشد، ولی متاسفانه بعد از دو روز شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی این خبر را تایید کرد و هزاره جات در یک سکوت سنگین فرو رفت، سکوت مرگ. دیگر مزاری در کنار ما نبود، دیگر ما بی رهبر و بی پدر شده بودیم. سه چهار روز بعد من کاروانی از موترهای سوگواران را می دیدم که از مقابل منزل ما رد می شد. سیاه پوش بودن، نوحه خانان به سوی مرکز ولسوالی جاگوری می رفتن تا در مراسم تشییع جنازه یاران رهبر شرکت کنند. ما شانس پیدا نکردیم که برویم. و سه هفته بعد بود وقتی در خانه مامایم رفته بودم، مادر کلانم هم گریه میکرد و این بیت را میخوان که شمالک میزند در دان در چه، مزاری گم شده در ماه روزه، مزاری گم شده پیدا نموشد، شبی تاریک ما سیاه نموشد. و این گونه هزاره و هزارستان در اندوه سنگینی فرو رفته بود. زن و مرد، پیر و جوان میگریز در این اندوه سنگین. اکنون 28 سال از اون روزها و از اون شرایط دشوار میگذره. 28 سال. سوال اساسی که همه ما از خود مطرح کنیم و خیلی ها از ما در این 28 سال پرسیده اینه که مزاری با هزاره چی کرد در افغانستان که به این اندازه محبوب قلوب همگان شده است. به نظر من آنچه که در اینجا باید گفته شود او اینه به شکل خلاصه که مزاری چهره هزاره را تغییر داد، هزاره را شخصیت جدیدی داد و تعریف هزاره را در اذهان عمومی تغییر داد. هزاره ای که تحت ستمهای دوامدار تاریخی تعریفش یک انسان در جدو، یک انسان در حاشیه، یک انسان ضعیف، یک انسان ستم دیده و شلاق خورده بود، این چهره هم در درون هزاره تغییر
تغییر کرد و هم با دنیای بیرون هزاره. بنیه های و بنیادهای اندیشه مزاری بر اساس غرور در میان خلق هزاره مطرح شد. مزاری آمد شخصیت جدیدی برای هزاره مطرح کرد و هزاره از حاشیه ها به متن آمد. هزاره بعد از مزاری و چیزی کمتر از حقش به هیچ وجه بسنده نمی کند. آنچه که مزاری مطرح کرد و در اندیشه مزاری من حیث بنیاد و زیربنا بود، او این بود که دیگر خودخواهی ها، تمامیت خواهی ها و حزب هزاره را قبول نداره. بعد از 28 سال یک نکته را برایتان اینجا از بنیه افکار شهید مزاری بگویم و او این است که مزاری هزاره را مقتدر ساخت، قدرتمند ساخت و با گفته خود رهبر شهید این اقتدار و این قدرت نه از همگون شدن و هماهنگ شدن جریان‌های سیاسی بلکه از اتحاد، همگرایی و بیداری خلق مزاری نشأت می‌گیرد. بعد از 28 سال وقتی اینجا در این مراسم می‌خواستم شرکت کنم، برای تدوین محتوای سخنرانی یک روز در کوه موسوم به بایپاس در قسمت‌های غربی هزاره تاون رفتم. وقتی از اون بالا به هزاره تاون نگاه کنیم، اولین عنصری که به چشم می‌خورد قبرستانی یک دستی است که در اون پایین وجود دارد. و وقتی من به این قبرستانی نگاه کردم، چه شباهتی بیمانند میان قبرستانی هزاره تاون، قبرستانی مریاباد و قبرستانی هایی که در هزارجات وجود دارد وجود دارد. شباهت بیمانند میان قبرستانی هزاره تاون و قبرستانی هایی است که در غرب کابل واقع شده، تپه شهدای روشنایی، شهدای دانایی، شهدای کاج، شهدای سید و شهدا و شهدای دیگر. به همون اندازه که طول یکسانی و همگونی میان قبرهای قبرستانهای هزاره ها میبینی، در هیچ جای دنیا را ببینی. گورهای دست جمعی که در امتداد هم دفن شدن، انسانهایی که به دست دستن، نه یک تا، نه پنج تا، نه ده تا، بیست تا، چهل تا، پنجاه تا انسان را هم ما در مریاباد، هم در هزاره تاون، هم در غرب کابل، در یکاولنگ و بامیان و مزار و در یوسف ما دفن خواهد کردیم. و این یک سند است، سند سرنوشت یکسان هزاره. در هر جایی که ما بودیم قربانی دادیم، یکسان قربانی دادیم. تو در هیچ قبرستانی در داخل افغانستان نمیتوانی این همگونی را در میان قبرها و مردگان دیگر بیابی. درست دیگران هم قربانی دادن، ولی این یک پیام داره برای ما و شما. ما باید درک کنیم این نکته را و این پیام را. مردگان ما با قبرهایشون با ما سخن میگویند و آنها میگویند که همه ایشان قربانی یک دست صرف به جرم هویت هزارگی هستند. وقتی به پایین تر نگاه میکردم از این کوه بایپاس، اما متاسفانه به چیز دیگری رسیدم. در اینجا زندگان ما متاسفانه دیده می شود که دیوارهای بلند میانشان هر روز می کشند. دیوارها هر روز بلندتر می شود، فاصله ها هر روز بیشتر می شود، مردگان ما نزدیکتر می شود، زندگان ما دورتر می شود. هزاره امروز هزاره است که میان همدیگر پول زده است. مزاری آمد
چپی، راستی، خر، پرچم، عالم، مجاهد، روشنفکر، تکنوکرات و همه آنچه که بود، اما یک هزاره بود. در یک سطح واحد قرار داد. اینجا بود که مزاری شد. من یک 3 سال پیش توفیق یافتم از ورزگان دیدن کنم. یک ماموریت رسمی داشتم در ولایت ورزگان، زخم ناسور هزاره ها. ورزگانی که داغ دماندار و جاویدان انسان هزاره است. وقتی تیاره حامل ما به اون وادی حوض خیز نزدیک می شد، من دیدم که چه باده های سرشار از درخت و کشتزار و زراعت در آنجا وجود دارد و از صاحبان اصلیش خبر و اثری نیست. موتر ما وقتی از میدان طرف مکان ماموریت میرفت، این چشمان من اثری از بابا و اجدادم را اونجا جستجو میکرد.